سلام، امروز 30 مهر 1400. اگر یه زمانی این ویدیو رو پیدا کردید و علت مرگم رو میخواستید بدونید که از سرما مرد. با تشکر. حالا داستان چی؟ براتون تعریف کنم. داستان اینه که من یه دونه کفش فیتول مارته داشتم، سال 98 خریدم، که کفش رده بکپکه، که همه این فیلم هایی که دارید میبینید رو از با اون کفش رفتم. کفش دیگه تقریبا آخراش بود و عملا دیگه زمستونا نمیتونستم باش برم، برای همون رفتم اون تک پوش سنگینه که قبلا عکسشو گذاشتم، زامبرلنه، اونو گرفتم که برای زمستونی. دیشب برای اولین بار برف زد سال 1400. ما هم خیلی زغمرک باشدیم اومدیم دماوند. اومدیم دماوند و خب برف نشسته بود از همون پایین، اومدیم بالا و برف بیشتر بود و ولی همه چی اوکی بود. ما هم لباس اینا پوشیده بودیم و همه چی گرم بود و روی کفش یخ زده بود، ولی داخل گرم بود، مشکلی نداشتیم. اومدیم بارگاه و یه چیزی خوردیم و رفتیم بالا. هر چقدر رفتیم بالاتر من حس کردم که خام داره سرد میشه و به طرز عجیبی داره سرد میشه و گرم نمیشه. در نتیجه من از بچه ها جدا شدم و اومدم بارگاه. اومدم اون که چیزی خوردم و گفتم بذار کفشه رو یه چکی بکنم. کفیه کفش یخ زده و جورابم اینا خیس آب، اصلا روی کفشم که کامل یخ زده بود، اصلا یه وضعیتی دیگه. شو خوشبختانه جوراب زاپاس داشتم، سریع جورابه رو عوض کردم و پوش دوم این دستکشا رو کردم تو پام و یکی دوتا از این کیسه های دیوایدر کردم تو پام و همه رو با هم دیگه کامپک کردم توی کولم. هرچی هم لباس داشتم خودم پوشیدم که گرمایه ممکن که بدن گرم میشه به پاهم برسه و جواب بده. کفش الان ایشونه، یخاش آب میشه. یه سری از دوستانی که بارگاه دیدیم امروز که کل این یال فکر کنم 10 نفر بودیم، یه گروه 3-4 نفره بودم، گوه دیشب اینجا خوابیدم، اینجا خوابیدم. گفتم بیا در ورودی دست چپ این اتاق شماره 1، این در ورودی به اتاق شماره 1. گفتن آره پتو هستش، این پتو و ما روزنامه هم داریم، با روزنامه کفشا رو بپوشون که یه خود رطوبت رو بگیره. دادیم و گفتن که اینطوری گرم شو. اتاق هم گفتن اختصاصی مال خود. خلاصه این که الان یه چند دقیقه اومدم اینجا زیر پتو، یه خورده یخ زدگی هم باز شده. آها اینو بگم، این کفیای کفشو گذاشتم زیر بغلم که سریعتر خوش بشه. جورابامم که عوض کردم، نوک انگشتم هنوز یخاش باز نشده، کفشم که وضعیتشو دیدید، خودمم که سردمه. البته الان دیگه زیر پتو هم اینا دیگه یواش یواش داره یخم باز میشه، دیگه زبونم باز شد، گفتم این ویدیو رو بگیرم که دماوند خاطر انگیزی داره میشه. اینقدر لباس پوشیدم سرم بیشتر از این تکون میخوره. سعود زمستانه خر است. تنها چیزی که میتونم بگم همینه. نکنید این کارو. منچ، مارپله، سونا، جکوزی. من همیشه پرتاب چکش رو توی المپیک مسخره میکنم، یا این چه ورزشی آخه؟ مثلا به طرف میگم آقا رشته ورزشی چه؟ میگه پرتاب چکش. پرتاب چکش هم شرف داره به این ورزش. خلاصه از همین راهی که اومدید برگردید، از این جلوتر نیایید، منو ببینید، درس عبرت بشم. خدا ببینید.